آدینه دوم بهمن ماه 1394 خورشیدی برابر است با 22 ژانویه 2016 میلادی. خانم ها، آقایان، هموطنان، همزبانان، هر جای دنیا که هستید و به برنامه های این تلویزیون، تلویزیون ایران فردا توجه می فرمایید، صمیمانه ترین درود های من و همکار خوب و همراه من آقای سپهر رو، سپهر خسروی رو بپذیرید. عرض کنم حضورتون که امروز مهمان ارجمند برنامه من آقای دکتر منصور فرهنگ هستند که در نیویورک الان تشریف دارن. نیویورک با یک شرایط، یعنی نیویورک و واشنگتن دی سی و اون قسمت شرق امریکا منتظر یک طوفان برف فوق‌العاده بی سابقه هستند که مقامات رو نگران کرده. چند روز پیش، یکی دو روز پیش بود که در واشنگتن برفی که آمد به قدری غیر قابل پیش بینی بود که شهرداری موفق نشد به موقع رسیدگی بکنه و حتی لیموزین رئیس جمهور در راهی که داشت میرفت لغزید و خلاصه شرایط خیلی بدی اونجا به وجود آمد و الان دارن آماده میشن برای یک پیشبینی برف شدید و بی سابقه در اون منطقه. اما در آب و هوای سیاست امریکا آقای دونالد ترامپ یک کمک جدید پیدا کرده، هرچند که تا این لحظه نظرخواهی ها همه او رو در اولین رده قرار میده و با تفاوت زیاد با رقبای خودش، یعنی آقای تد کروز و آقای جب بوش که در ته جدول قرار گرفته فعلا و جمهوری خواهان دارن سعی میکنن که او رو به یک صورتی تقویت بکنن، یک نشریه طرفدار جمهوری خواهان انتخاب و در واقع انتخاب و بالا بردن موقعیت دونالد ترامپ رو به صورت کاندیدای شرکت در ریاست جمهوری از طرف حزب جمهوری خواه فاجعه تلقی کرده و خب دونالد ترامپ هم با اون شیوه خودش داره جواب میده و میتازه به کسانی که ازش انتقاد میکنن. ورود سارا پیلن به صحنه و انتقاداتی که تماما لب تیز حملش متوجه آقای اوباما هست و گاهی موجب مسخرگی و خنده افراد میشه و ناظرین، از جمله اینکه پسر او رو که با بدرفتاریایی که با همسرش کرده و خلاصه کارهای خلاف قانون که کرده الان دستگیرش کردن یا تحت نظر هست، میگوید که رفتار او تمامش مقصر تمام این کارهایی که پسر او میکنه در واقع آقای اوباما هست. حالا عده زیادی از اوانجلیستا و کسانی که از نظر گرایش‌های مذهبی مخالفن با بسیاری از اتفاقاتی که در امریکا داره میفته، اونها علاقه شدیدی دارن به خانم سارا پیلن و گفته میشه که این از اون جهت ورود او به صحنه میتونه کمک بکنه به آقای دونالد ترامپ. دی معتقدن که امکان این که دونالد ترامپ واقعا کاندیدای حزب جمهوری خواه معرفی بشه وجود نداره. در مورد مسائلی که ما در رابطه با صحبتهایی که آقای ظریف داشتن با کریستینا امانپور صحبت خواهم کرد با آقای دکتر فرهنگ، راجع به زندانیانی که واقعا غیر منصفانه در ایران بعضی هاشون تا 4 سال محبوس بودند صحبت خواهم کرد. در مورد همین مصاحبه و صحبتهایی که آقای ظریف کردن راجع به صنایع موشکی ایران و اینکه ایشون قویاً میگویند که این موشک‌ها جنبه تهاجمی نداره و فقط در مورد برای دفاع استفاده میشه و قادر به حمله کلاهک اتمی نیست، از اون ور
صحبت‌های تند آقای بنیامین نتانیاهو در اسرائیل در رابطه با همین، یعنی یکی از واقعاً بهانه‌ها و دستاویزهایی که وجود داره در زمینه مخالفت با برجام و باز شدن فضای اقتصادی و تا حدودی سیاسی در مورد جمهوری اسلامی، یکی از این دستاویزها هم یا مسائلی که مطرح همین موشک بازی جمهوری اسلامی هست که این داره کاملا بهانه میده به دست مخالفین برجام. در امریکا هم جمهوری خواهان دست بر نداشتن از این مخالفت ها. من بدون فوت وقت نمیخوام وقت برنامه رو بگیرم، میخوام حد اکثر وقت برنامه رو بگذارم برای گفتگو با جناب دکتر منصور فرهنگ. سلام عرض میکنم جناب دکتر. سلام بر شما، متشکرم از برنامه. آقای دکتر فرهنگ، این جریان برجام مسئله زندانیانی رو که ایران واقعا به حق میشه گفت که بدون دلیل و غیر منصفانه نگه داشته بود چند نفر رو در ایران، شهروندان امریکایی ایرانی الاصل رو و یک جوون امریکایی رو که یک ماه بود رفته بود اونجا گرفته بودنش، معلوم نیست به چه دلیل. الان جنجالی که در ایران هست و مسئله برداشته شدن تحریم ها و همزمان بودن آزادی این زندانی ها و همچنین تحریم های جدیدی که آقای اوباما اعلام کرد، همین هم امروز در نماز جمعه اون آقای خاتمی که در واقع زبان گویای آقای خامنه ای هستند تاختن به امریکا، و اینکه اگر که اون کسانی که میگن تند روی هست که میگید مرگ بر امریکا، نخیر، شماها دارید تند روی میکنید که حقوق مردم ایران رو زیر پا میگذارید. اوباما در همون لحظه که تحریم ها رو برداشته یه تحریم جدیدی گذاشته و میخواد با این مملکت ما رو از نظر ایمنی مشکل واسش ایجاد بکنه و همین شعارهایی که همیشه شاهدش بودیم. ممکنه در این زمینه ها توضیح بفرمایید؟ اجازه بدید راجع به تعویض زندانیان سیاسی بگیم که اون عده ای از ایرانیان که در این دوره تحریم معلومه که به عنوان عوامل ایران سعی میکردن که تکنولوژی هایی که میتونه استفاده دوگانه داشته باشه در اینجا خریداری بکنن و بفرستن ایران، و از نظر آمریکا اینها نفی و نقض قوانینی بود که آمریکا در رابطه با تحریم ایران به تصویب رسونده بود، و اینها خب رفتن دادگاه و بر مبنای قوانین طبق همشون هم وکیلای خیلی خوبی داشتن و سه نفرشون محکوم شدن و سه نفر دیگه هم اتهاماتی بهشون بود. بنابراین از این که اینها افرادی بودن که برای رژیم ایران کار میکردن تردیدی نبود، یعنی طلب یا منافع مادی داشتن یا انگیزه های سیاسی داشتن ما نمیدونیم، ولی از این که برای رژیم ایران در اینجا کار میکردن تردیدی نبود. در ایران اینها چهار نفر ایرانی رو، چهار نفر رو که تابعیت دوگانه داشتن، در واقع اینا به عنوان گروگان گرفتن. یعنی درست برخلاف آمریکا ما میتونیم قوانین آمریکا رو مورد سوال قرار بدیم راجع به تحریم، ولی واقعیت امر اینه که این افراد به دادگاه رفتن و وکیل داشتن و ازشون دفاع کردن، و به هر حال اتهامی که بهشون وارد شد از نظر قاضی یا از نظر هیئت جوری تصویب شد. در ایران هم چیزی نبود، ما هنوز نمیدونیم این افراد برای چی گرفتن، دادگاه بازی نبود، حتی وکلای این افراد اجازه گفتگو با اینها رو نداشتن. بنابراین اینها گروگان سیاسی بودن، و بعد دولت آمریکا واقعا در برابر یک معضلی قرار داشت. گاهی اوقات در زندگی انسان‌ها و زندگی اجتماعی و سیاسی معضلاتی پیش میاد که شما هر تصمیمی گیری یک پیامدهای منفی داره، یعنی یک تصمیمی که کاملا ازش راضی باشی نداری. یعنی آمریکا میتونست بیاد بگه که
این گروگان‌های آمریکایی که اینها گرفتن دارن به عنوان ابزاری برای خلاصی زندانیان خودشون در آمریکا ازشون استفاده میکنن، یعنی 4 انسان بیگناه رو گرفتن. بنابراین اگر ما تمکین بکنیم به درخواست اونها برای تعویض این گروگان‌ها با متهمین یا زندانیان ایرانی در آمریکا، این در واقع میتونه انگیزه‌ای بشه برای گروگانگیری آینده، نه تنها در ایران بلکه مثلا همونطور که الان در عراق دوباره اتفاق افتاده، 3 آمریکایی رو گرفتن. این واقعا خطری است و انتقادی که از این جهت یک کسی میتونه به اوباما بگیره وارده. ولی از جهت دیگه رئیس جمهور آمریکا پیش خودش و تحت تأثیر بسیاری از ناظرین، خانواده های این گروگان ها در موضعی قرار گرفته که آزادی اینها براش اهمیت داره. بنابراین آزاد کردن اینها با و تعویضشون با این زندان از نظر جامعه آمریکا و از نظر خانواده ها اینها و گفتن نداره که از نظر خود این گروگان ها یک دستاورد قابل تمجیدی بود، ولی از نظر سیاسی و روابط بین المللی با رژیم هایی که احترامی برای حقوق انسان و یا عرف و روابط بین المللی ندارند، این خطری است که میتونه اینها رو تشویق بکنه، بهشون انگیزه بده که باز هم در آینده این کار رو بکنن. و پرزیدنت اوباما تصمیم گرفت که این تصمیم رو به نفع گروگان ها بگیره و انتقاداتی که نسبت به او میشه بپذیره. این واقعا من و شما هم اگر در اون شرایط بودیم تصمیم گیری برامون کار ساده ای نبود و از هر طرف که میرفتیم میتونستیم مورد انتقاد قرار بگیریم. این در رابطه با زندانیان سیاسی نکته ای که بعد مطرح کرد. ولی گروه از جهت تحریم ها، تحریم هایی که علیه ایران بوده در واقع به دو بخش کلی تقسیم میشه. یکی تحریم هایی که در دهه 1990 در زمان ریاست جمهوری آقای کلینتون به تصویب رسید و اون تحریم ها مربوط به آلودگی ایران و یا حداقل اتهامی که به ایران میذارن که در تروریسم بین المللی شریک بوده، یعنی ایران رفته بود جز به لیست کشورهایی که به تروریسم بین المللی کمک میکنن، و نفی و نقض حقوق بشر. حداقل توجیه این تحریم ها در این چارچوب بود و این تحریم ها ادامه داشت. ولی از سال 2006 به بعد یک سری تحریم هایی از طرف شورای امنیت که 6 قطعنامه مختلف به تصویب رسوندن که اتحادیه اروپا، امریکا و شورای امنیت همکاری میکردن، که این تحریم ها مربوط به برنامه هسته‌ای ایران بود و این تحریم ها نه تنها در رابطه با به طور مستقیم در رابطه با معاملات تجاری با ایران بود که ابعاد وسیعی داشت، بلکه تحریمات ثانوی هم بود، به این شکل که آمریکا میگفت اگر کشور دیگری بخواد با ایران روابط تجاری و اقتصادی ایجاد بکنه میتونه مورد تحریم آمریکا و اتحادیه اروپا قرار بگیره. این تحریم هایی که لغو شده یا به حالت تعلیق در اومده، اینا تحریم های بعد از سال 2006 که همش مربوط به برنامه هسته‌ای ایرانه. بنابراین اتحادیه اروپا، شورای امنیت تمام تحریم هایی که علیه ایران داشتن لغو کردن، یعنی تجارت بین این کشورها با ایران میتونه عادی باشه، اگر بخوان سرمایه گذاری در ایران و استفاده از بانک ها در این کشورها به طور کشتیرانی، بیمه، یعنی تمام اون سوژه هایی که مورد تحریم بود آزاد شده و همینطور شورای امنیت. در آمریکا این تحریم ها به صورت تعلیق در اومده، یعنی به این شکل رئیس جمهور آمریکا بر مبنای قوانینی که لوایحی که از کنگره آمریکا گذشت همیشه این اجازه رو داره که وقتی منافع آمریکا اقتضا میکنه تحریم رو یا علیه ایران یا هر کشور دیگری به صورت تعلیق در بیاره، یعنی به طور موقت قطعش بکنه ببینه رفتار از اون طرف چی میشه، که آمریکا هم این تحریم ها رو به صورت تعلیق در برده. ولی
این همه تحریم هایی که مربوط به آلودگی ایران یا اتهامی که به ایران در رابطه با تروریسم میزنن و نفی و نقض حقوق بشر که برای همه روشنه، اون تحریم ها به جای خود باقی است. ولی اون تحریم های به اصطلاح ثانوی یا دوگانه نیست، تحریم هایی که کمپانی های آمریکایی، افراد آمریکایی با ایران نمیتونن وارد معاملات تجاری و یا بانکداری بشن مگر در موارد خاصی که تقاضا بکنن از یک کمیته‌ای که در وزارت خزانه‌داری آمریکا وجود داره اجازه بده. مثلا امروز راجع به خرید فرش، خرید پسته از ایران و یا استفاده ایران از بانک‌های آمریکا و یا فروش دارو، غذا و بعضی قطعات هواپیما و یا هواپیماهای مسافربری، اینها به تو در موارد مشخص میتونه به وسیله کمیته مخصوص وزارت خزانه داری آمریکا تایید بشه و ادامه پیدا بکنه. اون چیزی که اضافه بر اینها شده اینه که ایران بر مبنای یکی از قطعنامه های شورای امنیت، ایران نمیتونست برنامه موشکی خودش رو گسترش بده، برای اینکه این میتونست به طور تلویحی برای برنامه هسته‌ای ایران مورد استفاده قرار بگیره. در اونجا این در برجام هیچ اشاره‌ای به این نیست، ولی در یکی از قطعنامه‌های شورای امنیت هست. حالا ایران میگه برنامه موشکی ایران دفاعیه و این موشک‌های قاره پیما کلاهک هسته‌ای نمیتونن هم بکنن، بنابراین ارتباطی به برنامه هسته‌ای ایران نداره و نمیتونه خطری برای کسی باشه در چارچوب قطعنامه سازمان ملل، در حالی که آمریکا و حتی اتحادیه اروپا میگن که این توانایی برای این موشک‌های قاره پیما وجود داره. و از این جهت تحریم‌های جدیدی که باز مربوط به بانکداری و مربوط به برخی روابط تجاری و اقتصادی از جانب آمریکاست، ولی اونا محدوده، بستگی به این داره که در آینده رفتار و کردار ایران چی باشه. ولی در همین دو روز گذشته شورای امنیت باز تصمیم گرفت و مسئله تحریم راجع به موشک‌های هسته ایران رو مطرح کرد و از دبیرکل سازمان ملل متحد خواست که هر 6 ماه یک بار راجع به برنامه موشکی ایران و ارتباطش با برنامه هسته‌ای گزارشی به شورای امنیت بده. بنابراین مشکلات بین آمریکا و جهان غرب به طور عام و آمریکا به طور خاص تموم نشده. و آخرین نکته‌ای که بخوام در اینجا اضافه بکنم، با اینکه تحریم‌ها همه یا لغو شده یا تعلیق شده و امکان از نظر حقوقی این امکان و علاقه در اروپا، در ژاپن، در کره، در چین، در هندوستان هست که در ایران سرمایه گذاری بکنن و ایران هم سخت نیاز به جلب سرمایه خارجی برای رونق اقتصادی و ایجاد کار داره، اما واقعیت امر اینه که تازه سرمایه امنیت میخواد. سرمایه کسی از یک کشور به یک کشور دیگه نمیره سرمایه گذاری بکنه، خصوصا سرمایه گذاری هایی که بازده دراز مدت بخواد داشته باشه، مگر اینکه مطمئن باشه که از نظر حقوقی در اون کشور امنیت وجود داره. و از این جهت رفتار و کردار ایران به سفارتخونه خارجی حمله کردن و یا انسانهای بیگناه رو گروگان گرفتن به هیچ وجه اون زمینه امن مورد نیاز برای جلب سرمایه خارجی رو ایجاد نمیکنه. بنابراین باید ببینیم که آیا ایران در کدوم طرف میخواد بره. از اون طرفی میخواد بره که ظریف و روحانی و کابینه او و بخش قابل توجهی از حتی در درون رژیم و جامعه ایران میخوان، یعنی من به سیاست خارجی ایران رو به یک سکه‌ای تشبیه میکنم که یک سوی این سکه عناصر و گروه‌هایی هستن که میخوان با دنیا روابط عادی برقرار بکنن، حداقل از نظر تجاری و اقتصادی، بنابراین میخوان ایران محیط امنی باشه. اینها در درون رژیمه، ارتباطی به خارج از رژیم نداره. و گروه‌های دیگه‌ای هستن هم
کسانی که نماز جمعه ها رو اداره میکنن و سپاه پاسداران و غیر زاله، که اینا هنوز بلند پروازی های گذشته و به طور کلی به صلاح این توخم صدور انقلاب رو دارن. این رقابت جناحی، وقتی میگم دو سوی سکه، این دو سوی یک سکه رژیمن که به همدیگه نیاز دارن، دو جناحی نیستن که در مقابل همدیگه قرار گرفتن در جهت مختلف. به هیچ وجه اینها ارتباط مستقیم با تمامیت نظام دارن، ولی اینکه این رقابتی که بین اینا هست به چه شکلی حل بشه، این واقعا خیلی سخته که ما بخوام پیش بینی بکنیم. فقط زمان میتونه بگه که اون طرف تعادل خواه سکه میبره یا اون طرف بلند پروازی و یا صدور انقلاب. بی نهایت سپاسگزارم آقای دکتر فرهنگ. دکتر فرهنگ، خانم کریستینا امانفور از فرصتی که به دست آمده در داووس داره با سران و بلند پایگان کشورهای مختلف مصاحبه میکنه، از جمله مصاحبه ای داشت با آقای ظریف. آقای ظریف در این مصاحبه همونطور که اشاره کردید در مورد موشک ها توضیح داد که اینها به هیچ وجه تهاجمی نیست، اینها برای حمل کلاهک اتمی مناسب نیست و اون توضیحاتی رو که خب ما همیشه شنیدیم از طرف مقامات ایرانی. در مورد مادر و خواهر این جوان آقای رضاییان صحبت شد که چرا اینا رو گرفته بودن، تقریبا محبوس کرده بودن که نتونن با اون هواپیما خارج بشن از ایران. توضیحی دادن که بله، من با آقای جانکری تماس گرفتم، آقای جانکری گفتن که این در قرارداد بوده، شما رعایت نکردید. ما گفتیم مگه تو قرارداد بوده؟ گفتن بله، رفتیم دیدیم راست میگن و آمدیم و اینا تونستن سوار هواپیما بشن. این دروغگویی هایی رو که یه آدم تحصیل کرده مثل ظریف به کرات ما شاهدش بودیم در مورد اینکه ایران زندانی سیاسی نداره و توی همین مصاحبه هم اگر میخواستیم واقعا تک تک صحبت های ایشون رو من مطرح بکنم که مفصل هست و فرصت برنامه اجازه نمیده که این کارو بکنم، این داستان چیه؟ واقعا چطور یک افرادی مثل ظریف، حالا اون گروه هایی که از قبل توی رژیم بودن و تکلیفشون معلومه، نه سواد درست حسابی دارن نه دلشون به خاطر ایران میسوزه، فقط برای حفظ منافع خودشون اونجا هستن، اونا تکلیفشون معلومه، ولی چطوره که یه عده ای از تکنوکرات های ما مثل ظریف تن در میدن به این گونه، من میتونم بگم خفت، نمیدونم، شاید این واژه زیاد واژه مؤدبانه ای نباشه، نظرتون چیه؟ ببینید، من راجع به خود سوال شما، به صلاح فرضیات سوال شما میخوام جواب بدم و اون یکی این که یک کشور استبدادی و اعضای کابینه یک رژیم استبدادی، چه سران نظام باشن، چه رئیس جمهور باشه، نخست وزیر باشه و چه اعضای کابینه باشن و چه به طور کلی سخنگون، هر کشوری، نیاز محدودی به هیچ کس به ایران نیست. اینا در دنیای امروزی که ما زندگی میکنیم که در برابر خبرنگاران خارجی قرار میگیرن که این سوالات رو مطرح میکنن، بدون استثنا دروغ میگن. یعنی اصلا امکان این که بخوان راست بگن وجود، یعنی ماهیت این رژیم ها یعنی نفی و انکار واقعیت هاست. و این که ظریف به هیچ، شما از صدام حسین میپرسیدین، از حسنی مبارک میپرسیدین، امروز از انواع اقسام مستبدین که در حکومت کردن، هر کدومشون که این کاری که ظریف داری میکنه، بسیار شاه هم در گذشته میومد اینجا میگفت ما زندانی سیاسی اصلا نداریم، در ایران هیچ کس شکنجه نشده، در ایران آزادی کامل وجود داره، استثناء در این مورد نداریم. بنابراین اینها تمام پدیده های اجتناب ناپذیر استبداد در جهانیه که ما زندگی میکنیم. این من به هیچ وجه در این مورد، احمدی نژاد و ظریف دقیقا همون پاسخ ها رو به خبرنگاران میدادن، حتی خاتمی همین جواب ها رو میداد. خاتمی خورده با نمیخندید و معلوم بود که خجالت میکشه از قیافش، ولی دقیقا همین جواب ها رو میداد. همشون وقتی ازش راجع به گروگانگیری میپرسیدن دفاع میکردن،
گروگانگیری سفارت آمریکا که دیگه اونچون آقای خمینی تاییدش کرده بود نمیتونستن نفیش بکنن. این در مورد این که، ولی سوال دومی که مطرح میکنید، فرض شما اینه که یک ارتباط بین تحصیل کرده بودن، یعنی یک مدرک دانشگاهی داشتن و صادقانه زندگی کردن به این شکل واقعیت‌ها رو بیان کردن، این دوتا یه ارتباطی بین اینا، اینم از نظر تاریخی به هیچ وجه صحیح نیست. شما برگردین به زمان هیتلر، یه عده از افرادی که دور بر هیتلر بودن از برجسته ترین تحصیل کرده های بریتانیا بودن، آلمان بودن. و در این مورد من میتونم اینجا نمیخوام وقت رو بگیرم، ولی در این موردم به هیچ وجه صحیح نیست. یعنی یک انسانی که یک کلاس درس هم نخونده میتونه در زندگی خصوصی خودش یا در روابط اجتماعی خودش خیلی انسان قابل اعتمادتر، بازتر، به اصطلاح بیشیل پلیتری باشه تا یه انسانی که چهار تا دکترا گرفته از دانشگاه های مختلف به خودی خود. ولی به طور کلی شما میتونید بگید که در رابطه با فهم و درک مسائل موجود، خب یه کسی که درس خونده و الف با روزگار رو فهمیده اونا رو بهتر می، ولی اینکه یه چیز رو شما بفهمی پیامدش این نیست که بخوای بر مبنای اون فهم عمل بکنی. اونجا مسئله قدرت پیش میاد، مسئله منافع پیش میاد و مسئله کیش شخصیت پیش میاد. و به طور کلی من میخوام بگم اینها رو هر آدمی رو، اگر من و شما رو یک هر کدوم از این انسان‌هایی که دارن به این برنامه گوش میدن بذارنشون توی کاخ و بگن که تو سایه خدایی یا نماینده امام زمان روی زمینی و صبح تا شب روزنامه و تلویزیون، روزنامه و رادیو و تلویزیون شما رو به عرش اعلی برسونن که شما اصلا جایز و خطا نیست، هرگز خطا نمی کنی و حرفایی که راجع به خمینی میزنن اسم خیابون رو عوض بکنن، حالا چه شاه باشی، چه آخوند باشی، چه حسنی مبارک باشی، چه قذافی باشی، چه صدام حسین باشی، صدام حسین باشی و چه بنصور باشی و چه آقای حجازی باشی، بله. اون آدم به طور اجتناب ناپذیر ارتباطش با واقعیت ها گسسته میشه، خصوصا اینکه به دوربر این آدمای مستبد افراد و عناصری هستن که دائم دارن تعظیم میکنن، دستشو میبوسن و دقیقا همون مهملات و مزخرفاتی رو که رادیو، تلویزیون، روزنامه ها راجع به این افراد میگن، یه گاری میخواد که فقط اسمشونو بکشه. این خودش به خودی خود دیگه یه نوع بیگانگی با واقعیت ها، بریدگی از واقعیت ها ایجاد میکنه. یک کتاب بسیار جالبی یک خانم روزنامه نگاری که اصلش هم آذربایجانی است نوشته به اسم Psychopathology of Power که قدرت مطلق چه بلایی سر آدم میاره. این خامنه ای این اصلا حرفایی که میزنه تمام جنون‌آمیزه و ارتباطی با واقعیت ها نداره. و در این مورد میگم که این ما یک واقعیت رو باید درک بکنیم، این مسئله یک فرد نیست. در تمام آفریقا این همه مبارزات ضد استعماری که کردن، هر کدومشون که برنده شد و رئیس جمهور شد یا نخست وزیر شد میخواست تا ابد رئیس جمهور باشه. تنها کسی که این رو رد کرد نلسون مندلا بود، بله. گفت نه، من میخوام 4 سال رئیس جمهور باشم و بعد یک شهروند عادی باشم. یعنی کسی که برای اولین بار تو تاریخ این کار کرد جورج واشنگتن در آمریکا بود. بهش گفتن بیا شاه بشو، گفت نه. گفتن بیا رئیس جمهور مادام العمر بشو، گفت نه. گفت نه، میخوام من 4 سال 8 سال رئیس جمهور باشم و فرد عادی باشم. اینه که واقعا این ساختار قدرت و ساختار مطلق اندیشی و ساختار نظام مطلق اندیش و بسته است که این افراد و عناصر مثل ظریف و غیر زارک رو درست میکنه. حالا اینا بعضی هاشون از هاروارد گرجویت شدن یا پی اچ دی گرفتن از این کشور یا اون کشور، یا اینکه مثل احمدی نژاد یا دیگران ارتباطی با واقعیات دنیا ندارن. این ساختار سیستمه که فساد میکنه، وگرنه این نیستش که یه دونه فرد آدم یکی آدم بدیه، اگر این درست بشه همه چی درست میشه. نه، هر که خیلی جالبه که به شاه میگفتن سایه خدا روی زمین،
به آقای خمینی گفتن که نماینده امام زمان روی زمین. گفتن تو ماهه. تو ماه دیدن تصویرشو. بله. آقای دکتر، من شاید سوالمو باید اینطوری مطرح می‌کردم. ببخشید شما صحبتتون تموم شد؟ خواهش می‌کنم. بله. شاید سوال من باید به این صورت طرح می‌شد که افرادی مثل ظریف اگر بخوایم دقت بکنیم به پیشینه اونا، میدونن که دارن دروغ میگن و دروغ میگن، میدونن که اونچه که میگن واقعا واقع نیست و حقیقت نیست. افرادی مثل خمینی یا احمدی نژاد شاید اون توهمی رو که دارن واقعا باورشون اون چیزایی که میگن. این رو سوال من شاید به این صورت، هیچ بعید نیست که ظریفمون توهم رو داشته باشه. صحیح. هیچ بعیدم نیست که خود به اصطلاح مشهور شدن خودش میتونه فساد بار بیاره. مشهور شدن، خیلی ها که مشهور میشن تو هالیوود میرن معتاد میشن، هزار و یک مشکل روانشناسی و انسانی پیدا میکنن. من نمیدونم، من ظریف رو شخصا نمیشناسم، ولی هر کسی جای او بود، هر کسی که وزیر خارجه جمهوری اسلامی باشه، به طور اجتناب ناپذیر در برخورد با سوالاتی که شما مطرح کردین باید دروغ بگه. بله. حالا اون خودش این دروغ رو چجوری توجیه میکنه برای خودش، اون خیلی جالب. اون دیگه ما میایم تو دنیای روانشناسی و روانکاوی. بله. ارتباطی به واقعیت و سیاست نداره. هیچ بعید نیست که خمینی واقعا به همه جنایاتی که در ایران کرد اعتقاد داشت. هیچ بعید نیست که هیتلر جنایاتی که علیه یهودیان کرد بهش اعتقاد داشت. اعتقاد داشتن و صادق بودن به خودی خود ارزش نیست. متوجه. شما بیاید میتونید آقای خمینی معتقدی که هر کی شیعه اثنا عشری دوازده امامی نباشه کافره. این میتونه صمیمانه به این بیماری، به گرفتار این بیماری یا این اعتقاد شده باشه و این تو دنیا به هیچ وجه کم نیست. و توسط من خودم این فقطم وقتی از این صحبت میکنم به هیچ وجه محدود به مذهب نیست. بزرگترین و جالبترین حزب ایران از نظر جلب روشنفکران، جلب واقعا هنرمندان، حزب توده در ایران، جلب تحصیل کردگان، هیچ حزبی موفق تر از حزب توده نبود. بله. هیچ تردیدی. و واقعا شما، من از دوران دبیرستان یادمه که این توده ها با استالین همون رفتاری رو داشتن که امروز حزب اللهی ها با خمینی دارن. اگر یک کلام، حالا درس خونده بودن، دکترا داشتن، شاعر بودن، رمان نوشته بودن، آدم کتاباشون رو میخوند لذت میبرد، ولی وقتی به استالین و حزب توده و اینا، کسانی بودن که میگفتن، مثلا عکس مصدق الان توی دفتر شما هست در اونجا، فراموش نمیکنم کلاس سوم چهارم دبیرستان بودم که روزنامه حزب توده نوشت مصدق سگ زنجیری امپریالیست. بله. و من با دوستم که اونجا سر کلاس پدرش توده ای بود دوامون میشد. حالا نه من زیاد میفهمیدم نه اون، ولی اینکه یکی به مصدقی که سگ زنجیری امپریالیست، اون باباش توده ای بود، اینو بهش گفته بود، اینو تکرار میکرد. بله. بنابراین ما این نباید محدود بکنیم به مذهب. مطلق اندیشی و فرار از کثرت گرایی و فکر بکنیم که برای هر مسئله یک جواب وجود داره و اون جواب رو تاریخ یا خدا یا امام به من اونو گفته. ایگه رژیم ایران ماهیتاً و فطرتاً یک رژیم کثرت‌گرا و فاسده و غیر ممکنه به نظر من که این رژیم تا زمانی که این تعهدات ولایت فقیه باقیه کسی موفق بشه که در این رژیم تحول و تغییر اصلاحاتی ایجاد بکنه که شهروند پذیرفته بشه. متشکرم. آقای دکتر منصور فرهنگ، آقای نتانیاهو از اون لحظه ای که این مذاکرات مربوط به برجام شروع شد از هیچ اقدامی برای شکست این برنامه و این موافقتنامه دریغ نکرده و متاسفانه در امریکا هم ما شاهد بودیم که با انتقادات زیادی، وقتی میگم متاسفانه، انتقادات زیادی شد که چگونه آمدن و اجازه دادن که آقای نتانیاهو بیاد در کنگره امریکا و صحبت بکنه بر علیه این به اصطلاح برجامی که اون موقع هنوز نه به دار بود و نه به بار. او این روزها مجدداً علم مخالفت رو برداشته و داره کولاک میکنه در این زمینه. چیه نظرتون واقعا؟
من در این مورد نمیدونم براتون فرستادم یه مقاله ای نوشتم که چاپ شد دو جای مختلف هم تکرار مجددا پست شده بود و اون که این به اصطلاح گفتم ایران و اسرائیل intimate enemies در تیتر این مقاله استفاده کردم، یعنی دشمنانی که به هم خیلی نزدیکن و به هم احتیاج دارن. چرا ایران علاقمنده که مسئله فلسطین رو به عنوان یک جنگ بین اسرائیل و اسلام مطرح بکنه و از این جهت تبلیغات ضد اسرائیلی و ضد یهود ایران واقعا شرم‌آوره. از آخوندش بگین، از خمینی و خامنه‌ای و شرکا بگیرین، دائم برز این که یک کسی از اسرائیل انتقاد بکنه راجع به رفتاری که با فلسطینی‌ها داره، بسیاری از اسرائیلی‌ها میکنن، بسیاری از آمریکایی‌ها و دنیا میکنن، ولی اون ارتباطی به کشور اسرائیل و ارتباطی به یهودیت نداره. بهترین و جالبترین انتقاداتی که از نتانیاهو میشه از خود اسرائیل میاد. منابع بسیار جالب، کسانی که تعهدشون به امنیت اسرائیل از هیچ کس تو دنیا کمتر نیست. نتانیاهو یا دست راستیای اسرائیل، اونها چی میخوان؟ اونها میخوان در منطقه خطری درست بکنن که این خطر اینقدر توجه دنیا رو جلب بکنه که کسی به مسئله فلسطین توجهی نداشته باشه. برای اینکه همین دیروز اعلام کردن که باز دارن گسترش پیدا میکنن شهرک‌سازی‌های جدید بله. تو خاکای فلسطین. اگر در این مورد در بنابراین ای تبلیغات ایران بهترین کمک برای دست راستی های اسرائیله. و چرا موفق میشن؟ به این دلیل که ما داریم راجع به قوم یهود صحبت میکنیم، یعنی قومی که 2000 سال مورد ظلم و ستم قرار گرفته بود. یهودیان دنیا از بسیاری کشورهای اروپا اخراج شدن و جنایاتی که هولوکاستی که بر ضد یهودی ها 6 میلیون انسان یهودی رو قتل عام کرد در اونجا. این تاریخ در آگاهی یهودیان تأثیر بسیار ریشه‌داری داره. بنابراین وقتی یک آخوندی در ایران یا خامنه‌ای یا خمینی یا شرکا میان میگن اسرائیل سرطانه یا اسرائیل دشمن اسلامه، یعنی نابودی اسرائیل میخوان، این تبلیغات زهرآگین روی مردم اسرائیل تأثیر داره و این قابل فهمه. من و شما اگر در اسرائیل زندگی میکردیم و اون گذشته های یهودیان رو شریک بودیم و امروز یک کسی از اون طرف دنیا میگفت میخوام تو رو نابود بکنم، من میگفتم خطر اساسی اینه. و اسی دقیقا هر چقدر که نتانیاهو بر ضد ایران حرف بزنه ایرانی ها خوشحال ترن. چرا؟ فکر میکنن که تنها کسی که در برابر اسرائیل در رابطه با مسئله فلسطین قرار گرفته ایرانه. اینه که این دوتا، این مقاله‌ای که من نوشتم، دقیقا این دوتا دشمنانی هستن که از همدیگه استفاده میکنن و به همدیگه کمک میکنن و این هم برای آزادی خواهان اسرائیل، هم برای نیروهای مترقی اسرائیل که طرفدار صلح با فلسطینی ها هستن، برای اونها مشکل ایجاد کرده و هم در ایران این دشمن همیشه در کمین رو به جای رسونده که رژیم میتونه ازش استفاده بکنه برای سرکوب داخلی. هر کسی که از رژیم انتقاد میکنه مهملاتی مثل صهیونیسم و نمیدونم نفوذ، اینه که این دوتا دست راستی ها، اگه فراموش نکنیم که موقعی که ایران گروگانگیری کرد در سال 1979 و 80، این گروگانگیری به دست راستی های آمریکا کمک کرد. یعنی بوش و رونالد ریگن و بوش در تابستون 1980 یک کمیته تشکیل داده بودن به اسم اکتوبر سورپرایز که بدید. به هیچ وجه اونها نمیخواستن که گروگان ها قبل از انتخابات ریاست جمهوری نوامبر 1980 آزاد بشن. اگر همینم شد کارتر برنده میشد. بله. بنابراین باز دوباره در اونجا رفتار شبه فاشیستی رژیم ایران کمک کرد به دست راستی های آمریکا. امروز هم رفتار شبه فاشیستی و تبلیغات ایران علیه قوم یهود و علیه اسرائیل، نه اسرائیل به اون سیاست خارجی یک کشور، در همین مملکتی که ما هستیم هر روز که روزنامه ها رو میخونین هزاران انسان رو میبینیم که از سیاست خارجی آمریکا انتقاد میکنن، ولی دشمن آمریکا که نیستن. ولی ایران انتقاد از سیاست نمیکنه، ایران ضدیتش با موجودیت اسرائیله و این خطر و این تبلیغاتی که ایران میکنه به نفع دست راستی ترین عناصر اسرائیلی تا
تمام بشه. و این دوتا فعلا اصلا در این تقابلی که با هم دیگه دارن اصلا روگردان نیست، در برمی که هر دو دارن ازش استفاده میکنن. ممنونم دکتر فرهنگ. این گروهی که حمله کردن به سفارت عربستان سعودی و کنسولگریش در مشهد، گفته شد که اینا یک عده خودسر بودن. این داستان خودسر و این افراد خودسر هم راجبشون شنیدیم و شاهد بودیم که چه کارهایی رو انجام دادن، چه از اون حمله به سفارت انگلیس و اون محلی که مربوط به انگلیسی‌ها بود در ایران، محل اقامت مسئولین. این رو به چه صورت می‌بینی؟ ببینید رژیم ایران یک اون به اصطلاح آقای خامنه‌ای بعد از همین هفته گذشته حتما خوندین که اومد گفت که حمله به سفارت عربستان سعودی اشتباه بوده، همطور که به یک سال دو ماه بعد از حمله به سفارت بریتانیا گفت اشتباه بود. ولی در همون سخنرانی که گفت اشتباه بوده، گفت این دلیل نمیشه که فرزندان مؤمن انقلاب و حزب اللهی‌های وارسته رو مورد سوال قرار بدیم. یعنی چی؟ یعنی این که اون گروه ها و عناصری که 100% با همکاری با دستور رهبرانی در داخل سپاه یا دستگاه‌های امنیتی این کار رو انجام دادن، رژیم سخت به اینا نیاز داره. اینا گروه ها و عناصر چماقداری هستند که از سپاه یا بسیج میان و آمادن که منتقدین و مخالفین رژیم رو سرکوب بکنن. ولی در ضمنم این گروه ها که واقعا لاتا و دختر رفسنجانی گفت که اینا اراذل اوباشند و بعضی تحلیلگران ایرانی در خارج از کشور هم راجع به اینا تحقیقات نوشته های جالبی داشتن راجع به این به اصطلاح لات و لوتای ایران که در سیاست امروز نقش فعالی پیدا کردن. اینها الزاماً همیشه نمیتونن مورد کنترل قرار بگیرن. هیچ بعید نیست که گاهی اوقات اقداماتی بکنن بیش از اون چیزی که میبایست پیش برن. هیچ بعید بنی نه اینکه بدون دلیل، اگر رژیم نمیخواست سفارت عربستان حمله بکنن اتفاق نمیافتاد. ولی موقعی که رفتن اونجا تظاهرات کردن و فکر کردن که مثلا این حمله محدود باشه، این محدودیت رو نتونستن اجرا بکنن و ادامه پیدا میکنه. برای اینکه این حمله 100% به ضرر تبلیغات خود رژیم تموم شد. ولی برای میدونید اون چیزی که بسیاری از رفتار و کردار رژیم ایران از جهت منافع ملی ایران از جهت سیاست خارجی هزینه داره، ولی از نظر داخلی نفع داره. و در اینجا هر گروگانگیری مسئله سلمان رشدی، تمام اینها از نظر بین المللی واقعا اعمال رفتار و محیط وقیحانه‌ای بود، ولی از نظر داخلی برای بسیج اون پایه اجتماعی رژیم، یعنی این چماقداران به قول خانم رفسنجانی اراذل اوباش یا لات و لوتا، از نظر اونها این اعمال و رفتار براشون مهمه و رژیم هم میدونه که چه اهمیتی داره که اینها رو در برای حمایت خودش همیشه آماده داشته باشه برای بسیج اونها. من اینطوریه که حمله به سفارت عربستان یا حمله به سفارت بریتانیا و یا حتی تا حدودی یه دفعه به دانمارک و کویت هم داشتن حمله میکردن، ولی اونجا کار به اینجا نکشید که برن تو و چپاول بکنن، اونجا محدود بود. به این شکله که رژیم از منطق و استمراری که قابل پیشبینی و قابل به صورت بحث و تحلیل اصولی باشه برخوردار نیست. این اتفاقات میفته و به نظر من بازم خواهد افتاد. متشکرم دکتر فرهنگ. فرصت کوتاهی داریم، در چند دقیقه اگه بتونید به طور خلاصه نظرتون رو راجع به داوطلبان شرکت در مسابقات ریاست جمهوری در امریکا، ورود یک چهره دیگری به کمک آقای دونالد ترامپ، آمدن خانم سارا پیلن که به اصطلاح قرار بود معاون رئیس جمهور بشه اگر که اون انتخابات به اون صورت پیش نمی رفت، به هر حال
چیه نظرتون و شانس خانم کلینتون داره پایین میره، این رو به چه صورت میبینید؟ با اون سرما چه میکنید اونجا؟ بله، اولا جامعه آمریکا مثل بقیه جوامع دنیا و خصوص البته خود در اینجا بده، این تکنولوژی یک تحولات عجیب فرهنگی ایجاد کرده که در زندگی های خودمون واقعا مشاهده میکنیم و از نظر به اصطلاح شکستن یه سری تابوها، مثلا مثل همجنسگرایی یا ازدواج همجنسگرایی، این تابوها رو دارن میشکنن و این شکستن این تابوها یه بخش سنتی این جامعه رو داره سخت آزار میده. خودشون بهش میگن the culture war، جنگ فرهنگی، که اقلیت هم ولی این اقلیتی که با شدت احساس و با به اصطلاح اعتقادات خرافاتی به قضايا نگاه میکنه، شبیه کسانی که در اقلیت کوچیکه، در هم زمان به اون الان 14-15 ساله که آمریکا در جنگ تو خاورمیانه است و نتایجش فاجعه بار بوده. اینا بیش از 3 تریلیون دلار خرج کردن در افغانستان و عراق و میبینیم که نتایجی که گرفتن تروریسم و این تروریسم اومده آمریکا، اومده توی آمریکا، اومده توی اروپا. بنابراین این نگرانی، این بریدگی، این ایجاد شده در آمریکا، بخشایی از مردم رو نسبت به دولت، نسبت به واقعیت‌ها چنون زده کرده، چنون ناراحت کرده، چنون خشن و عصبانی کرده که در این موقعیتی است که این گروه‌های تندرو دست راستی در جمهوری‌ها یک پایه اجتماعی قابل توجهی دارن که اینا بر مبنای هر اطلاعاتی که موجوده حدود 20% از رای دهندگان آمریکایی رو تشکیل میدن. این انتخابات مقدماتی آمریکا در رابطه با رای اون 20% داره میگذره و حرفایی که میذارن سر پیدن دونالد ترامپ همشون توی اون چارچوب، و یعنی 40% از رای دهندگان آمریکایی به عنوان رای دهندگان مستقل ثبت نام میکنن و اینها اصلا در این انتخابات مقدماتی رای نمیدن، حق رای ندارن. این واقعیت در اینجا وجود داره. این نگرانی که حالت شکستگی، باختن در رابطه با این 14-15 سال جنگ و مشکلات این تضادی که بین سنت و مدرنیته، پیشرفت‌هایی که از جهت فرهنگی از لیبرال ها سخت میخوان و دنبالشن و یه عده دست راستی ها خصوصا قسمت های جنوبی آمریکا بر ضد داشتن، ترامپ سر پیلن از این ما توی این ماجرا هستن. ولی من شخصا معتقدم که وقتی انتخابات مقدماتی تموم بشه، حالا به احتمال قریب به یقین در حزب دموکرات هم خانم کلینتون برنده میشه، ولی در اونجا هم میبینیم که برای اولین بار تا اونجایی که من اطلاع دارم، از آخرین باری که در آمریکا یک سوسیالیست برای انتخابات مبارزه کرد در سال 1932 بود که بحران عظیم اقتصادی بود و حدود 6 میلیون رای آورد در اون موقع. این برای اولین بار بعد از اونه که یک کسی که خودش رو سوسیالیست انتخاب میکنه اومده که چالشگر اساسی در حزب جمهوری خواه باشه. و من خودم به این شخص سه بار رای دادم در ورمونت. این هم نماین سناتور بود، عضو مجلس نمایندگان بود و آدم بسیار مترقی لیبرالیه، ولی این که او پایگاهی پیدا کرده، اون پایگاه هم داره از این نگرانی و ناراحتی در جامعه میاد. ولی من معتقدم که بعد از این که انتخابات مقدماتی تموم بشه، کاندیداهای هر دو حزب سعی میکنن به طرف متوسط وسط برن، به اصطلاح سنتر برن، برای این که غالب رای دهندگان اونجان، بله بله، جوونا اونجان. آقای ولی انتخابات مقدماتی قضایا فرق میکنه و فعلا ما داریم تمام سخنرانی ها و بازی هایی که ما امروز خصوصا تو جمهوری خواهان میبینیم، مستمعین اینها اون 20% رای دهندگان مقدماتی جمهوری خواهند، ولی اینها نیستن که رئیس جمهور آینده انتخاب میکنه. آقای دکتر منصور فرنگ‌بین، آید سپاسگزارم. سوالات زیادی رو داشتم که با تو مطرح بکنم، فرصت نشد. امیدوارم در آینده نزدیک بتونم از حضورتون در برنامه استفاده بکنم. از همه بینندگانی که با ما بودید تشکر میکنم، از آقای دکتر مجددا تشکر میکنم و
از سپهر عزیز که کارگردانی فنی رو به عهده داشتن. روز و روزگار به شما خوش.